سیلی دیگری بر بناگوش خامنه‌ای در عراق. خامنه‌ای تلاش کرد پس از هلاکت پاسدار جنایتکار قاسم سلیمانی با انواع نمایش و تعزیه‌گردانی در شهرهای ایران و عراق مانع از تداوم قیام در دو کشور شود. اما مردم ایران بلافاصله با پاره کردن تصاویر منحوس سردشخیم نشان دادند که هرگز اسیر شعبده و نمایش نمی‌شوند. در عراق روز یکشنبه 29 دی ماه جوانان عراقی بنر سردشخیم قاسم سلیمانی و ابو مهدی مزدور و سرکرده هشت شعبی را به آتش کشیدند. به گزارش تلویزیون العربیه 29 دی ماه شهر نجف به دلیل آتش زدن مقر شبه نظامیان حزب الله توسط تظاهر کنندگان در صدر خبرها بود. در همین روز در بغداد جوانان شورشی پس از به آتش کشیدن بنر سردشخیم قاسم سلیمانی و ابو مهندس اتوبان محمد قاسم را بستند و با ماموران مزدوران خامنه‌ای که قصد باز کردن اتوبان را داشتند درگیر شدند. به گزارش از شرق الوسط تظاهر کنندگان اقدام به بستن و جوشکاری درهای ادارات و ساختمانهای دولتی کرده و لاستیکهایی را در خیابان فرودگاه بین المللی نجف آتش زدند. آنها همچنین یکی از مقرات حزب الله عراق در نجف را به آتش کشیدند و مردم را به مشارکت گسترده در قیام فرا خواندند. در بابل، کربلا، دیوانیه و بصره جوانان به خیابانها سرازیر شده و علیه دست نشاندگان رژیم آخوندی شعار دادند. در ناصریه مردم پیش می روند، مزدوران را پس می زنند و می گویند تا تحقق آزادی و سقوط دولت مردان فاسد وابسته به ایران ادامه می دهیم.